درود بر شما. اگه مدتیه که به فکر یادگیری زبان انگلیسی افتادید یا مدتیه که این کار رو شروع کردید، احتمالاً این چند سوال ذهنتون رو مشغول کرده. اگه میخواید پاسخ این چند سوال رو بدونید، لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. این سوال این ها اینها هستند. بهترین کتاب آموزش زبان برای یادگیری زبان انگلیسی کدومه؟ آیا کتاب های دیگه قدیمی شدن و به درد نمیخورن؟ کدوم ادیشن مجموعه کتاب های امریکن انگلیش مناسب یادگیری زبان انگلیسیه؟ تفاوت ادیشن اول، دوم و سوم این کتاب در چیه؟ بهترین روش خودآموز یادگیری زبان انگلیسی کدومه؟ بهترین مدرس زبان انگلیسی چه کسیه؟ بهترین مؤسسه زبان برای یادگیری زبان انگلیسی کدوم مؤسسه است؟ برای شروع یادگیری زبان انگلیسی بهتر کدوم لحجه رو انتخاب کنیم؟ امریکن یا بریتیش؟ با توجه به اینکه آزمون آیلس یا آزمون بریتیشه، اگه نهایتا قصد شرکت در این آزمون رو داشته باشیم، آیا بهتر نیست زبان انگلیسی رو با لهجه بریتیش یاد بگیریم؟ و در نهایت چقدر طول میکشه تا زبان انگلیسی رو از سطح مبتدی در حدی یاد بگیریم که راحت صحبت کنیم؟ شاید اولین سوالی که به ذهنتون خطور کرده این باشه که با توجه به متنوع بودن منابع آموزش زبان بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی کدومه و حتما از کسی یا کسایی شنیدید که یک کتابی رو به عنوان بهترین منبع معرفی کردن و با خودتون فکر میکنید که اگه بخواید انگلیسی رو خوب یاد بگیرید حتما باید با همون کتاب شروع کنید به عنوان کسی که بیش از یک دهه به تدریس زبان انگلیسی پرداخته باید بگم این تصورتون اشتباهه درسته که یک سری کتاب های آموزش زبان انگلیسی به روز هستن و شاید هر چند سال یک بار ادیشن یعنی ویراست جدیدی ازشون به بازار بیاد. اما اصلا به این معنا نیست که اگه یادگیری رو با این کتاب ها شروع کنید موفقیتتون تضمین شده است. شاید وقتی اسم کتاب اینترچنج به گوشتون میخوره با خودتون تصور کنید که این کتاب دیگه قدیمی شده و به درد نمیخوره و حتما باید به سراغ کتاب های بروزتری مثل American انگلیش File برید. اما اینطور نیست. من کتاب های مختلف آموزش زبان رو در کلاس های مختلف هم تدریس کردم. از Interchange و New Interchange و Four Corners گرفته تا امریکن انگلیش File. شاید اگه مدتی توی یه انتشارات زبان کار نمی کردم، هیچ وقت کتاب های مختلف رو امتحان نمی کردم. اما مشغول بودن در یه انتشارات و دیدن تنوع کتاب های آموزش زبان باعث شد تصمیم بگیرم درس دادن از روی کتاب های مختلف رو تست کنم. اگر از یه مدرس زبان که تجربه یه تدریس کتاب مختلف رو داره این سوال رو بپرسید، بهتون میگه که همه این کتاب ها چارچوب مشترکی دارن. به عنوان مثال، همه کتاب های آموزش زبان انگلیسی چه اینترچنج باشن چه هدوی چه امریکن انگلیش فای و چه کتاب های دیگه با آموزش سلام و احوال پرسی معرفی خود و گفتن جمله معروف نایس تو شروع میشن اولین کتاب پایه همه این متدها کتابی به اسم اینترو ستارتر یا بگینر هست که پایین ترین سطح آموزش زبانه و در اولین کتاب همه این متدها زمان حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، یک زمان آینده، اسم کشورها و ها، خوندن ساعت به انگلیسی خرید کردن و از این قبیل آموزش داده میشه. اما چی باعث شده بعضی از این کتاب ها معروف تر بشن و در چشم مخاطبی که زبان آموزه بهتر جلوه کنن؟ پاسخ اینه، صرفا تنوع ظاهری و یک سری بست دادن های آموزشی. مثلا اگه به کتاب قدیمی مثل اینترچنج رجوع کنید میبینید اولین مکالمه که توی این کتاب تدریس میشه همونیه که توضیح دادم نگاه کنید یعنی سلام و احوال پرسی معرفی خود و گفتن جمله نایس nice به تصویر دقت کنید یه دختر و پسر سر یک کلاس نشستن و دارن خودشون رو به هم معرفی میکنن حالا به اولین مکالمه کتاب هدوی توجه کنید با سلام و معرفی خود در صفحه اول شروع میشه ظاهرا توی حیات دانشگاه هستند و در صفحه بعد جمله معروف نایس تو آموزش داده میشه این هم آموزش اولین مکالمه در کتاب امریکن انگلیش فایل که در سه بخش سلام و احوال پرسی و معرفی خود و جمله معروف نایس مشاهده میشه مثلا همین کتاب امریکن انگلیش فایل تا به این لحظه که در حال ضبط این ویدیو هستیم یعنی بهار سال 1399 چهار ادیشن مختلف داره. این صفحه ای که آوردم از ادیشن دوم بود. این کتاب دو مدل ادیشن سه داره. اولین ادیشن سه در واقع بریتیش فایله و آموزش انگلیسی بریتیشه و دومینش جدیدترین ورژنه. در ورژن جدید همین مکالمه توی کافی شاپ اتفاق میافته و علاوه بر اینکه دو نفر خودشون رو به هم معرفی میکنن و اسماشون رو به هم میگن از جمله نایستومیتیو هم استفاده میکنن اونجا یک کاپوچینو هم میخورن در بعضی بخش های کتاب های آموزش زبان متنی برای ریدینگ میبینید که درباره آدم های معروفه توی کتاب های قدیمی این متن ریدینگ که فرزن قرار هست با خوندنش های زمان های مختلف یا ساختار گرامری خاصی رو آموزش ببینید در برای فردیه فردی که به عنوان مثال ده سال پیش جزو سلبریتی ها بود یعنی افراد معروف مثلا مایکل جکسون اما اگه به کتاب جدیدتری مثل جدیدترین ادیشن های کتاب های امریکن فایل رجوع کنید این متن راجع به خواننده های جدیدتری مثل جاستین بیبر یا آریانا گراندی هست یعنی چیزهایی تغییر کردند که اساسا نقشی در یادگیری زبان ندارند مثل اسم خواننده و هنرپیشه های جدید، رخدادهای های اخیر جهان و از این قبیل. اون چیزی که زبان آموزها بهش توجه ندارن اینه که محتوای زبان انگلیسی تغییر نمیکنه. یعنی این طور نیست که بعد از گذشت چند سال گرامر جدیدی به دستور زبان انگلیسی اضافه شده باشه تا شما با انتخاب جدیدترین کتاب از دانش گرامری مربوطه برخوردار بشید و اگه کتاب قدیمی رو انتخاب کنید از این دانش محروم بشید. خیر، اصلا اینطور نیست. آموزش زبان انگلیسی چارچوب منطقی داره که در همه این کتاب ها رایت شده. کافی فهرست مطالبشون رو باز کنید و با هم مقایسه کنید. در هیچ کتاب آموزش زبانی نمی بینید که آموزش گرامر رو با مازی نقلی شروع کنند. همشون با حال ساده شروع می کنند. در همه کتاب ها با سلام و احوال پرسی و معرفی خود و دیگران کار شروع میشه. فقط در بعضی کتاب ها تعداد تمرین ها بیشتره یا تمرین مربوط به یک مبحث گرامری تنوع بیشتری داره همین. و این اصلا چیزی نیست که بخواد تعیین کنه شما برای شروع اینترچنج رو انتخاب کنید یا امریکن فایل. خودم به عنوان مدرس زبان امریکن انگلیش فایل رو تدریس میکنم. اما این فقط یه انتخابه. بالاخره برای تدریس باید یه کتاب رو انتخاب کرد. نمیشه که همه رو آموزش داد. و اصلا به این معنا نیست که اگه با امریکن انگلیش فایل شروع کنید حتما زبان رو خوب یاد میگیرید و اگه با اینترچنج شروع کنید از بقیه عقب میافتید. بعضی از کتاب های آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیش رفته. یعنی از سطح A1 تا C2 هستند. بعضی ها فقط از پایه تا متوسط یا از پایه تا پیش متوسط. هر کدوم از این کتاب ها توسط یک یا تعداد بیشتری معدف طی سال های مختلف تنظیم می‌شوند. و همه این کتاب ها از اینترچنج تا امریکن انگلیش فایل بلا استثنا روی چهار مهارت زبانی یعنی سپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ به طور همزمان کار میکنن. اما خب شاید براتون سوال باشه که اگه آموزش زبان انگلیسی یه استاندارد مشخص داره که همه این کتاب ها رعایت کردن پس چرا این همه کتاب آموزش زبان وجود داره اگه همشون یه روش مشخص دارن و تفاوت فقط در ظاهر و تنوع تمریناته چرا این همه افراد مختلف کتاب زبان تولید میکنن؟ پاسخ کوتاه به این سوال در یک کلمه خلاصه میشه پول و اما پاسخ کامل اینه که آموزش زبان انگلیسی به دلیل اینکه انگلیسی یه زبان بینن است تبدیل شده به یه بیزنس و از اونجایی که وقتی انتشاراتی مثل نشر آکسفورد کتابی برای آموزش زبان تولید میکنه در سراسر دنیا به فروش میرسونه و سود هنگفتی هم به جیب میزنه طبیعیه که معلفین متعددی به فکر میافتند با متفاوت جلوه دادن کتاب آموزشی که تولید کردن سود بیشتری رو به جیب خودشون سرازیر کنند این یه مسابقه تجاریه و هر گروهی که کتاب آموزش زبان تولید میکنه با گروه های دیگه در رقابته یکی از روش های موفقیت در این رقابت اینه که هر چند سال یک بار ادیشن جدیدی از کتابشون رو روونی بازار کنن تا به اصطلاح نشون بدن که به روز هستن و مخاطبین باید اونها رو انتخاب کنن نه رو. رو. مثلا در همین کتاب امریکن اینگلیش فایل موقع تدریس متوجه ایرادهای دیکته فونتیک و از این قبیل میشیم. مطمئنا ای از مدرسین که با نشر آکسفورد در ارتباط هستند این ایرادها رو گزارش میدن و اینها میتونه در چاپهای بعدی تصحیح بشه وقتی این تصحیح ها انجام میشه چند تغییر دیگه در کتاب ایجاد میشه مثلا مکالمه این که مصاحبه با یه آدم معروفه تغییر میکنه با فردی مصاحبه انجام میشه که دو ساله به جمع خواننده های آمریکایی اضافه شده چند تا عکس تغییر میکنه فضای رخ دادن مکالمه عوض میشه اگر قبلا برای آموزش سلام و احوال پرسی دو نفر توی یک کلاس درس بودن این بار توی خیابون با هم احوال پرسی میکنن عکس تغییر میکنن و با این کار ادیشن جدیدی از کتاب بیرون داده میشه تا بگن که کتاب جدیدتری وارد بازار کردن که بهتر از قبل شده یا معلف کتاب اینترچنج به عنوان مثال یه ورژن جدیدتر به نام نیو اینترچنج و بعدها Four Corners ایجاد کرد. اگه این کتاب ها رو با هم مقایسه کنید، بیشترین تفاوتی که مشاهده می کنید در تصاویر کتاب به اسامی خاصه که توی مکالمه ها و متن ریدینگ ها به کار رفتن و در بعضی موارد مثال هایی که برای آموزش گرامر و واژگان می تغییر کرده. نکته دیگه ای که ناشران خارجی مثل نشر آکسفورد به نوعی ازش به نفع خودشون بهره میبرند اون دسته از زبان آموزانی هستند که در انتظار معجزن. همون که تصور میکنن اگه کتاب زبان رو بخرن و بذارنش روی تاخچه اتاقشون به طرزی معجزه آسا بعد از مدت انگلیسی یاد میگیرن بدون این کلای کتاب رو باز کنن. یا کسایی که فکر میکنن اگه عکسای کتاب رنگی باشه حتما بهتر متوجه مطالب میشن و به همین دلیل پول بیشتری بابت کتابهای رنگی پرداخت میکنن و کتابهای سیاه سفید آموزشی رو نمیخرند افراد زیادی هر ساله در سراسر سر دنیا تصمیم میگیرند زبان انگلیسی رو یاد بگیرن یه کتاب آموزش زبان میخرند مدتی روش کار میکنن و بعد اونو کنار میذارن بعد از مدتی که میشنوند کتاب جدیدی به بازار اومده با امید به اینکه کتاب جدید حاوی معجزه باشه باز هم پول خرج میکنن و کتاب تازه ای و احتمالا بعد از مدتی اون رو هم کنار میذارن اما این باعث میشه ناشران کتاب زبان کلی سود کنن در حالی که شما با همون کتاب قبلی که داشتید هم میتونستید زبان یاد بگیرید در طول سالهایی که به تدریس زبان انگلیسی پرداختم شاگردانی داشتم که از همون جلسات اول به هم میگفتن که به دنبال کتاب رنگی گلاسه رفتن و از فلانجا با قیمت بالایی تهیه کردن یا چند تا دفترچه مخصوص یادداشت برداری برای یک کلاس و مداد و ماژیک و خودکار مخصوص کلاس زبانشون رو تهیه کردن و بلا استثنا این افراد جزء افرادی بودند که حتی یک ترم کتاب مربوطه رو هم تمام نکردند این افراد سعی میکنن با مشغول کردن خودشون به جزئیات بیهودهی مثل تهیه کتاب رنگی گلاسه یا دستبندی دفترچه یادداشت مخصوص نوت برای گرامر، مخصوص نوت برای واژگان و از این قبیل خودشون رو از انجام کار اصلی که درس خوندنه دور کنند. از اون طرف داشتم شاگردایی که همه یادداشتهاشون رو با هر مداد یا خودکاری که دم دستشون بود توی کتابی که بارها خوندن و شرح شرح شده یادداشت میکردن اینها و افراد موفق بودن این افراد میدونن برای یادگیری زبان نیازی به داشتن کتابی با کاغذهای رنگی گلاسه دفترچه یادداشت مخصوص ماژیکهای فانتزی و جدیدترین کتاب بازار نیست افرادی که منتظر معجزه برای یادگیری زبان هستند و متاسفانه تعدادشون خیلی زیاده قربانی ناشران زبان میشن. با یک کتاب کار یادگیری زبان انگلیسی رو شروع میکنن و وقتی وسط راه کم میارن ارادهشون رو از دست میدن یا حوصلهشون سر میره به محض دیدن تبلیغ یک کتاب جدید اونو میخرن به امید اینکه معجزه ای صورت بگیره و کتاب جدید کمک کنه که اونها به هدفشون برسن واقعیتی که متاسفانه از چشم خیلی از زبان آموزها دور میمونه اینه که بهترین و بروزترین به کتاب آموزش زبان تنها بخش کوچیکی از مسیر یادگیری زبان انگلیسی رو براشون هموار میکنه و اصل چیزی که باید یاد بگیرن باید به شکل عملی انجام بشه یعنی وقتی کتابی رو برای یادگیری زبان انتخاب میکنید بعد از کار روی کتاب باید روی که هر چهار مهارت زبانیتون به طور عملی کار بشه باید جای اسپیکینگتون رو تمرین کنید یا رایتینگ هایی که می نویسید تحصیح بشن و اینها صرفا با خوندن یک کتاب زبان امکان پذیر نیستن. بعضی ها به دنبال روش های خداموز برای یادگیری زبان انگلیسی هستند که متاسفانه به این دلیل که معنای خداموز رو به درستی نمیدونن به اشتباه می افتن. اول اینکه خداموز یعنی شما نیازی به مدرس ندارید و خودتون میتونید به خودتون آموزش بدید. در مورد یادگیری زبان این به شرطی امکان پذیره که شما یا علاوه بر زبان مادریتون زبان دیگه ای مثل انگلیسی رو قبلا در مؤسسه یا نزد مدرس زبان یاد گرفتید و بعد بخواید زبان دیگه ای مثل فرانسوی رو با استفاده از انگلیسی به روش خودآموز یاد بگیرید یا زبان انگلیسیتون در حد متوسط باشه و فرضا برای آمادگی آزمون آیلتس به صورت خودآموز مهارت رو تمرین کنید در غیر این صورت کسی که فقط به زبان مادری خودش صحبت میکنه و انگلیسیش در حد مبتدیه نمیتونه خودش به خودش انگلیسی رو یاد بده. در بهترین حالت شما میتونید ویدیوهایی رو که در اونها یه مدرس زبان انگلیسی تدریس کرده استفاده کنید تا مثل این باشه که توی کلاس زبان هستید. اما این هم باز اسمش خودآموز نیست. چون برای تمرین سپیکینگ و رایتینگ و اطمینان از اینکه برداشتتون از درس درست هستن باید با یه مدرس در ارتباط باشید و این منطقیه که نمیشه زیر سوالش برد. چون نمیتونید از یه ویدیو یا از یه کتاب بپرسید که آقا این جمله که ساختم درسته یا نه باید یکی که بلده اینها رو بهتون آموزش بده تصیحتون کنه راهنماییتون کنه تا دو مهارت سپیکینگ و رایتینگ رو هم خوب یاد بگیرید در غیر این صورت صرفا با خوندن کتاب و کمک گرفتن از دیکشنری یا استفاده از ویدیوهای آموزشی یه مدرس زبان میتونید روی تقویت درک مطلب ریدینگ و همچنین لیسنینگتون کار کنید که هر دو یه طرفه هستند برخلاف سپیکینگ و رایتینگ که نیاز دارن دو طرفه با یه مدرس کار بشن واقعیتی که شاید شنیدنش برای عده‌ای از زباناموزها خیلی تلخ باشه اینه که اگر روی بهترین و جدیدترین کتاب آموزش زبان کار کنید تست هاش رو با دقت انجام بدید و مدام مرورش کنید مثل اینه که بخواید روی فرش خونتون شنا کردن رو یاد بگیرید یعنی تئوریه باید تو آب شنا کنید تا بفهمید واقعا یاد گرفتید شنا رو یا نه و برای اینکه بفهمید واقعا زبان انگلیسی رو درست یاد گرفتید یا نه و برای اینکه نقاط ضعفتون برطرف بشه و نقاط قوتتون تقویت بشه لازم انگلیسی رو عملی تمرین کنید یعنی با نیتیو ها صحبت کنید توی کلاس های تمرین مکالمه شرکت کنید روزنامه و مجلات انگلیسی زبان بخونید و بفهمید و فیلم و سریال بدون زیرنویس تماشا کنید و درک کنید که چی میگن در غیر این صورت هرگز به تسلط زبانی نخواهید رسید هر نقطه ضعفی که یک کتاب آموزش زبان در مقایسه با کتاب دیگه ای داشته باشه اگه داشته باشه با تمرین های عملی یادگیری انگلیسی رفع میشه یه مثال میزنم که بارها توی کلاس هم رخ داده حتی مبتدی فرد در زبان انگلیسی میدونه که برای اینکه کس، از کسی بپرسیم حالش چطوره باید جمله سؤالی How are you رو به کار ببریم این جمله آشنا در اولین جلسات آموزش زبان تدریس میشن و چون جمله بسیار پرکاربردیه زبان آموزها بارها و بارها اون رو میشنوند اما شاید وقتی از یه زبان آموز بخواید که از دوستش بپرسه حال مادرش چطوره نتونه این کار رو انجام بده و گیج بشه اون ده ها بار جمله پرسشی هوایو رو شنیده اما نمیدونه چطور حال کس دیگه ای رو از مخاطبش بپرسه در حالی که ساختن چون این جمله سوالی با توجه به نکات گرامری و واژگانی که آموخته ساده است اما فقط چون به گوشش نخورده به نظرش عجیب میاد. وقتی بهش بگید که این جمله میشه How is your mother یا How is she؟ به نظرش یه جمله عجیب و غریبه. چرا؟ فقط و فقط چون تا قبل از این این جمله رو نشنیده یا شنیده و بهش توجهی نکرده. حالا شاید در یک کتاب آموزش زبان ببینید که در بخش تمرینات ورک بوک جمله هوایی رو آوردن و ازتون خواستن این جمله رو برای هر سه شخص مفرد و جمع به زمان حال ساده به کار ببرید و در یک کتاب دیگه در بخش تمرینات فقط برای اول و دوم شخص مفرد این جمله آورده شده این نباید باعث بشه تصور کنید که اون کتابی که برای تمام اشخاص مفرد و جمع به زمان حال استاده هاوری رو پرسیده گزینه بهتری برای یادگیری زبانه. چرا؟ چون جمله پرسشی How are you صرفا به زمان حال ساده برای اول تا سوم شخص مفرد و جمع محدود نمیشه و این رو میشه به زمانهای مختلف برد. مثل مازی نقلی و پرسید How have you been? یا How has she been? و این مسئله ای که نمیشه توی یک کتاب آموزش زبان بهش پرداخت اگه قرار باشه یک کتاب آموزش زبان تمام جنبه های کوچکترین نکته گرامر رو مطرح کنه اونقدر قطور میشه که آموزش دادنش در یه مؤسسه یا کلاس زبان تقریبا غیر ممکن میشه به همین دلیله که شما نباید بیش از شنای روی فرش روی کتاب زبانتون حساب باز کنید بیشترین بخش دانش زبانی که کسب می کنید از طریق تمرین مکالمه در کلاس های تمرین مکالمه یا تمرین رایتینگ از طریق نوشتنش توسط شما و تصیح شدنش توسط یک مدرس تماشای فیلم و سریال خوندن روزنامه و مجله به انگلیسی و از این قبیل کسب میشه. در این مواقع هست که وقتی شما در بخشی از یه فیلم میشنوید که هنرپیشه به دیگری میگه هاو هاز شی شما با خودتون به فکر فرو میرید که معنیش چیه برای خودتون تحلیلش میکنید یا از مدرس میپرسید و پاسخ میگیرید. یا در کلاس تمرین مکالمه زمانی که در موقعیت قرار میگیرید که باید بپرسید آیا آنها حالشان خوب است یا نه به فکر میافتید که هاواریو رو چطور برای سوم شخص جمع میتونم بگم بعد شاید یه جمله اشتباه بسازید اما مدرس تصیحتون میکنه و میگه باید میگفتید هاوار دی بارها شده که ازم بپرسن آیا فلان مدرس یا مؤسسه زبان رو تایید میکنم یا نه یا از یه مدرس زبان نام میبرن و میگن ایشون به فلان روش انگلیسی درس میده پس روشش اشتباهه درسته پس بی آره روش شما بهترین روش تدریسه پاسخ به این سوالات رو با نقل قولی از محمود دولت آبادی در کتاب جای خالی سلوج شروع میکنم برخی چنینند که بلندی خود را در پستی دیگران میجویند به هزار زبان فریاد میزنند که تو نرو تا ایستاده من بر تو پیشی داشته باشد این گونه آدم ها از آن رو که در نقطه جامد شده و مانده هند، چشم دیدن هیچ رونده و هیچ راهی را ندارند گفتشان از بخلشان برمیخیزد پس در همه حال کینه است که در دلهاشان سر میجنباند از حراس از دست دادن جایگاه خود آدم های مختلف سلیقه های مختلفی دارن و مسائل مختلفی به اونها انگیزه میده یا انگیزشون رو میکشه. پس بهترین مؤسسه آموزش زبان یا بهترین مدرس زبان و بهترین روش تدریس رو شما زبان آموز تعیین میکنید. ببینید از روش کدوم مدرس یا مؤسسه خوشتون میاد و همون رو دنبال کنید. بهترین همونیه که شما فکر میکنید و مطمئن باشید هر کسی که ادعا کنه روشش بهترین روش برای همگانه و برای همه جواب میده و دیگران رو میکوبه و میگه مدرسی خوب نیست یا در حال دروغ گفتنه یا اونقدر غرق در ادعا و کبر شده که نمیتونه واقعیت رو ببینه هر مدرسی نقاط قوت و ضعف خودش رو داره و هیچ مدرسی نباید بت و خدای شما باشه مدرس یه راهنماست همه چیز نیست مثل کتاب زبان که نمیشه به تنهایی و صد درصد بهش تکیه کرد نباید به هیچ مدرس زبانی صد درصد تکیه کنید و دنبال هیچ منبع دیگه ای نرید. هر مدرسی از جمله خودم نقاط ضعفی هم داره. ما مدرس هم اشتباه میکنیم. حقیقت اینه که هیچ مدرس یا مؤسسه زبانی نمیتونه بهترین مدرس و بهترین مؤسسه برای همه باشه و نمیشه یه مدرس زبان بهترین روش تدریس رو برای همه سراغ داشته باشه. سوال بعدی اینه که بهتر انگلیسی رو با لحجه بریتیش یاد بگیریم یا امریکن؟ در پاسخ ابتدا باید بگم که انگلیسی امریکن و بریتیش تفاوتشون صرفا در تلفظ نیست. در این باره یه ویدیوی کوتاه در بخش حتما تماشا کنید سایت یا در پلیلیست حتما تماشا کنید توی یوتیوبمون داریم که با دیدنش متوجه تفاوت میشید. به طور خلاصه این تفاوت شامل انتخاب واژگان، دستور زبان، و از این قبیل میشه اما اونقدر عمیق نیست که اگه انگلیسی رو به روش بریتیش یاد بگیرید از حرفای فرد آمریکایی سر در نیارید یا برعکس در کل شاید به دلیل تنوعی که منابع امریکن دارن و ساده بودن درک لهجه امریکن بهتر باشه با امریکن شروع کنید اما نکته‌ای که باید بدونید اینه که انگلیسی صرفا توی آمریکا و انگلیس صحبت نمیشه توی کانادا، استرالیا، نیوزیلند هم انگلیسی حرف میزنند و هر کشوری لحجه خاص خودش رو داره و در انتخاب واژگان و دستور زبان هم متفاوت هستن. اگه میخواید زبان انگلیسی رو خوب یاد بگیرید باید با همه این لحجه ها آشنا بشید. البته این کاریه که توی کتاب های آموزش زبان انجام میشه اما به صورت بسیار محدود. یعنی در حدی نیست که صرفا با کتاب بتونید همه این لحجه ها رو درک کنید بلکه فقط باهاشون آشنا میشید بعد از اینکه به سطح متوسط در یادگیری انگلیسی رسیدید میتونید شروع کنید به تماشای اخبار یا فیلم هایی که در سینمای کشورهای مختلف با لحجه های مختلف دارید میشن تا به این ترتیب گوشتون به لحجه های مختلف عادت کنه ابتدا کار سختی به نظر میاد و حتی شاید اینطور فکر کنید که اونها دارن به یه زبون کاملا متفاوت صحبت میکنن اما بعد از گذشت مدتی گوشتون به لحجه های مختلف عادت میکنه بعضی ها میگن هدف نهاییشون شرکت در آزمون آیلسه و با توجه به اینکه که آیلس یا آزمون بریتیشه آیا نباید از همون اول انگلیسی رو به روش بریتیش یاد بگیرن؟ خب از اونجایی که خودم در آزمون آیلس شرکت کردم و سال هاست که آیلس هم تدریس میکنم با اطمینان بهتون میگم در آزمون آیلس هر نوع انگلیسی استانداردی پذیرفته است. یعنی اگه شما در بخش سپیکینگ آیتز به لحجه امریکن یا بریتیش یا نیوزیلندی و غیره صحبت کنید همشون پذیرفته میشن و هیچ نمره اضافه بابت لحجه بریتیش به شما داده نمیشه. همچنین هیچ نمره بابت داشتن لحجه امریکن ازتون کسر نمیشه و اصولا لحجه هیچ نمره ای در آیت نداره. تلفظه که مهمه. تلفظ صحیح کلماتی که به کار میبرید. چه تلفظ امریکن و چه بریتیش. اصولا فردی که ازتون سپیکینگ آیلس رو میپرسه اونقدر شمرده شمرده صحبت میکنه که امکان نداره متوجه حرفاش نشید و این افراد با لحجه های مختلف یعنی امریکن بریتیش و غیر ممکنه باشن کلا هر لحجه استانداردی در آیلس پذیرفته است این طور نیست که آزمون گیرنده حتما با لحجه بریتیش ازتون سوال بپرسه صرفا این آزمون توسط بریتیش ها تولید و تنظیم میشه و متعلق به اون هاست. بخش دیگه آیلتس که لحجه توش اهمیت داره لیسنینگ آیلتس که اون هم صرفا برای یه لحجه بریتیش نیست بلکه در بخش های مختلف باز هم لحجه های مختلف ممکنه به کار برن اما لحجه غالب بریتیشه و باز هم نه مثل فیلم های بریتیش و نه اخبار لحجه بریتیش اون شکلی صحبت نمیشه حتی اگه به روش بریتیش زبان رو یاد گرفته باشید از پایه باز هم برای شرکت در آزمون آیلتس وقتی و باید اختصاص بدید به قسمت لیسنینگ چون شکل برگزاری این آزمون با تست های کتاب های زبان فرق داره اگه با انگلیسی امریکن زبان یاد گرفته باشید صرفا مدت کوتاهی وقت میذارید برای کار روی لیسنینگ آیلتس و این بهتون کمک میکنه به راحتی لحجه بریتیش رو برای شرکت در آزمون آیلتس درک کنید و البته با اینکه انگلیسی بریتیش و امریکن در انتخاب واژگان و گرامر تفاوتهایی با هم دارند اصلا اینطور نیست که برای آزمون آگرت به یادگیری واژگان و دستور زبان ویژه بریتیش نیاز داشته باشید تفاوت بین انگلیسی بریتیش و امریکن همونطور که گفتم در واژگان و دستور زبان هم هست مثلا آمریکایی ها به سیب زمینی سرخ کرده میگن فرنچ فرایز یا فرایز در حالی که بریتیش ها بهش میگن چپس در آزمون آیلتس توی بخش لیسنینگ که با لحجه بریتیش سر و کار دارید تمرکز آزمون روی دانش زبانی شما به طور کلی میزان تمرکزتون و عمق درک زبانیتونه. نه اینکه مثلا میدونید آمریکایی ها به سیب زمینی سرخ کرده چی میگن یا نه آیلتس مثل کنکور ما نیست حفظ کردنی نیست اون چیزی رو که عملا یاد گرفتید میتونید توی آیلتس ازش استفاده کنید و اصولا حفظیات شما به هیچ دردی در آیلتس نمیخوره پس جای نگرانی نیست. در قسمت رایتینگ و ریدینگ هم که اصلا با لحجه بریتیش سر و کاری ندارید و مهم صرفا درک درست و درست نوشتنه. و اما سوال آخر اینکه چقدر طول میکشه تا از سطح مبتدی انگلیسی رو در حد یاد بگیرید که بتونید صحبت کنید. این سوال اغلب زبان آموز صحبت کردن به انگلیسی لول های مختلفی داره که توی تعیین سطح مشخص میشه. اگه چیزی درباره تعیین سطح نمیدونید میتونید از بخش توضیح تعیین سطح سایتمون اطلاعات کسب کنید در تعیین سطح سطح دانش زبانی افراد از A1 تا C2 مشخص میشه A1 پایین ترین و C2 بالاترین سطحه. در همه این سطوح هم زبان آموز میتونه صحبت کنه پس وقتی این سوال رو میپرسید که چه زمانی میتونید صحبت کنید باید بدونید که سوالتون خیلی کلیه و باید منظورتون رو دقیقا مشخص کنید. در متوت های مختلف آموزش زبان، یعنی کتاب های مختلف، معمولا اولین کتاب به سطح A1 اختصاص داره، یا A1. همه ی کتاب هایی که به اسم Intro, Starter, Beginner و از این قبل میشنسید، شما رو به سطح A1 بیرسوند. سطح A1 یه سطحیه که با رسیدن بهش شما میتونید به تنهایی سفر کنید با افراد نیتیو و غیر نیتیوی که انگلیسی بلد هستند در این حد صحبت کنید که خودتون رو معرفی کنید بگید شغلتون چیه اهل کجایی چند سالتونه کجا زندگی میکنید میتونید خرید کنید قیمت بپرسید تخفیف بخواید دنبال چیزی بگردید آدرس بپرسید یعنی در سطح خیلی ساده کارتون رو در یه محیط خارجی به تنهایی راه بندست اما متاسفانه تعداد زیادی از افرادی که اولین کتاب آموزش زبان یک مجموعه رو تموم میکنن حتی یه جمله ساده بدون غلط نمیتونن بسازن و وقتی در موقعیت قرار میگیرن که باید با یه فرد انگلیسی زبان صحبت کنن ذهنشون قفل میشه دلیل این مسئله تکیه صرف روی کتابه در حالی که زبان آموز باید از همون ابتدا شروع کنه به تماشای فیلم و سریال و شرکت در کلاس تمرین مکالمه تا یاد بگیره چیزی که تئوری توی کتاب خونده چطوری عملی به کار بگیره و اونقدر اشتباه کنه و اشتباهش توسط مدرس تصیح بشه که ترسش از صحبت کردن بریزه و کم کم یاد بگیره در انگلیسی حرف زدن خلاقیت داشته باشه. دلیل دیگه ای که باعث میشه کسی که یک کتابی رو تموم کرده و به صورت بلقوه به سطح آی آیک رسیده نتونه صحبت کنه اینه که تمریناتی که در ورک بوک کتاب های زبان هستن به صورت سرسری حل میشن یعنی زبان آموز به این فکر نمیکنه که خب توی این کتاب زمان حال ساده و گذشته ساده و حال استمراری رو یاد گرفتم خب اینها به چه دردم میخورن میخوام از نفر در یه نفر درباره یه مسئله ای سوال بپرسم با توجه به کاربورت هایی که از حال ساده و استمراری و گذشته ساده یاد گرفتم این سوال رو باید به چه زمانی بگم؟ این مهارتیه که با شرکت توی کلاس های تمرین مکالمه با حضور یک مدرس کسب میکنید. با توضیحی که دادم برمیگردیم سر سوال آخر. چقدر طول میکشه؟ همیشه به زبان آموزهای خودم میگم که یادگیری زبان انگلیسی کار زمانبریه و وقتی این حرفو میزنن خیلی ها برداشتشون اینه که میتونن میونبور بزنن مثلا کارشون رو تعطیل کنن تفریح و بذارن کنار روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت زبان کار کنن تا این مسیر کوتاه بشه اما اینطور نیست یه مثال معروفی هست که میگه با باردار شدن نه خانوم جنین یه ماهه به دنیا نمیاد وقتی میگیم یادگیری زبان زمان میبره معنیش این نیست که اگه فرزند 250 ساعت مثال ها 250 ساعت زمان لازم دارید تا کتاب اول رو تموم کنید و به سطح آ برسید میتونید روزی 5 ساعت درس بخونید و این کار رو در 50 روز انجام بدید خیر اینطور نیست اول اینکه ذهن ما گنجایش اینکه 6 ساعت مطلب جدید رو در روز یاد بگیره نداره دوم اینکه برای اینکه مطلب خوب براتون جا بیفته لازم مدام درس های قبلی رو مرور کنید و این کار پیشرفتتون رو کند میکنه و طبیعیه و سوم اینکه منظور اصلی از زمان در بودن این پروسه فرصت دادن به ذهنتون برای درک مطالبی که بهش سپردید و این فرصت دادن به ذهن دست شما نیست دست ذهنتونه نمیتونید مجبورش کنید زودتر درک کنه و زودتر دانشیو که کسب کرده بست بده عمیق کنه باید بذارید زمان بگذره یعنی چی؟ یعنی وقتی یه ساختار جدید یا دستور گرامری جدیدی یاد میگیرید، ذهنتون درگیرش میشه. حتی وقتی زبان نمیخونید. مثلا شما صبح یه ساعت انگلیسی خوندید و دست راجع به شبه فعل کن به معنای توانستن و کنت به معنای نتوانستن بود. بعد به سراغ کارهای روزمرت رو میدید. دارید آشپزی میکنید، دارید روزنامه میخونید، دارید رانندگی میکنید. یهو ذهنتون درگیر یه چیزی میشه. مثلا اگه بخوام به انگلیسی بگم نمیتونه نبینه چی میشه؟ خودتون به خودتون جواب میدید. میگید he can't see. بعد میگید خب این که ترجمهش میشه اون نمیتونه ببینه. اگه بخوام بگم اون نمیتونه نبینه باید چطوری بگم؟ این درگیری های ذهنی بخشی از زمان بر بودن پروسه یادگیری زبانه که با فشرده کردن زمان و پنج ساعت در روز پنجاه روز پشت هم درس خوندن بهش نمیرسید. باید به ذهنتون فرصت بدید تا درگیری رو رو کنه و برای اینکه درگیری هاش رو رو کنه باید مدام رو از مطلب جدید پر نکنید. ذهنتون باید براتون سؤال ایجاد کنه و وقتی بخواید فشرده کار کنید هرگز چون این فرصتی برای ذهنتون پیش نمیاد. به قول مولانا چون بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجت قسمت یک روزه ای. یعنی اگه بخواید دریا رو توی یه کوزه جا بدید چه مقدار از آب دریا توی کوزه جا میگیره قسمت یک روز اندازه مصرف یک روز اندازه قد خود کوزه دانش زبان هم برای خودش دریاییه که نمیتونید توی کوزه ذهنتون یه یهو جاش بدید ظرفیت ذهنتون برای یادگیری واقعی مطالب جدید محدوده یعنی هر روز مقدار کمی مطلب جدید میشه به ذهن سپرد مطلب جدید و اگه بیش از حد بخواید جدید یاد بگیرید ذهنتون پس میزنه. پس زمانی که میگیم پروسه یادگیری زبان زمان بره یعنی باید آروم آروم پیش برید و هر بار که مطلب جدیدی یاد میگیرید درس جدیدی بهتون آموزش داده میشه به صورت آگاهانه توی فیلم های انگلیسی زبانی که تماشا میکنید توی کلاس های تمرین مکالمه بهشون فکر کنید به این فکر کنید که فرزن درسی که امروز یاد گرفتید به کن کیان و کنت بود کجای مکالمه های این فیلم یا حرفایی که توی تمرین مکالمه میزنیم ازش استفاده شده یا میتونم ازشون استفاده کنم زمانی که برای یادگیری مطلب جدید در طول روز میذارید بهتر بیشتر از نیم ساعت نباشه حالا هر چقدر وقت اضافه تر دارید بهتر اونو صرف تقویت چیزهایی که یاد گرفتید بکنید چطوری مثل تماشای فیلم مثل تماشای سریال به زبان اصلی درباره اینکه چطور میتونید یه برنامه ریزی خوب برای یادگیری زبان انگلیسی داشته باشید برنامه ای که وسط کار یادگیری زبان رو رها نکنید یه ویدیو توی بخش حتما تماشا کنید سایت یا پلیلیست حتما تماشا کنید در یوتیوبمون قرار دادیم لطفا اونها رو تماشا کنید حالا اینکه چقدر این زمان طول میکشه تا کسی در حد انگلیسی رو یاد بگیره که بتونه خوب صحبت کنه برای هر کسی متفاوته اگه توی کلاس های گروهی شرکت کنید، چاره ای نیست جز اینکه تابع برنامه یک کلاس باشید و ممکنه بر اساس طرح درسی که یه مؤسسه تعیین میکنه مدرس مجبور باشه طی یه ماه یا سه ماه یک کتاب رو براتون تموم کنه. بدون در نظر گرفتن این مسئله که توی کلاس افرادی با استعدادها و سابقه زبانی مختلف حضور دارند. شما میتونید پروسه یادگیری زبان رو طوری تنظیم کنید که بر اساس سرعت یادگیری خودتون باشه و اگه دوست دارید این شکل انگلیسی یاد بگیرید ما میتونیم کمکتون کنیم. من آزاد مبشر هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی. رزومه ای کاریم رو میتونید توی این سایت مشاهده کنید و خوشحال میشم سری به سایت دیگه‌مون به آدرس perfectyourenglish.net بزنید. نمونه کارهای آموزش زبانمون رو مشاهده کنید و اگه دوست داشتید از ویدیوهای آموزشیمون همراه با پشتیبانی آنلاین استفاده کنید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید. موفق باشید.